آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرد، خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات یابیم که ایمان بیاریم به سر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات بسوزد. بینندگان عزیز، ما از شما دعوت می‌کنیم تا در جلسات عبادتی ما که هر یک شنبه ساعت 6 عصر برقرار می‌باشد شرکت نمایید. به امید دیدار شما. کتاب فیلیپیان فصل 1 آیه 12 تا 14 از ترجمه انجیل شریف خدمتتون می‌خونم. ما هر هفته داریم کتاب فیلیپیان رو با هم بررسی می‌کنیم و دیدیم که قلب پولس برای این کلیسا چیه. این کلیسا رو دوست داره، برای او خیلی عزیزان بچه‌های او هستن، افتخار میکنه به رویه فکریشون و شهادتی که پشت سرشون هست. همونطور دیدیم که چطور دعا میکنه که کلیسا بارور و کثیر بشه، رشد بکنه، به قامت کامل عیسی مسیح در بیاد. حالا در این دو سه تا آیه که امروز با هم نگاه میکنیم، اگه وقت شد بیشتر، خواهید دید که پولس رسول چه چیزی رو میخواد با ما در میون بذاره. در واقع پولس رسول در این آیات به کلیسای فیلیپی میخواد خاطر نشان بسازه که زندانی بودن او چیزی به جز در اراده خدا بودن نیستش. کلیسا پدر خودش رو میبینه که امروز در زندان هستش، به خاطر مسیح اسیره. شاید این طرز فکر برای او به وجود آمده، یعنی کلیسا، که خب عاقبت چه خواهد شد؟ معلم ما، استاد ما، شبان کلیسا الان در زندانه. ولی از طرفی میبینه که پولس رسول چی داره به اونها مینویسه. پولس میخواد به کلیسا بگه که برای منی که دارم با خدا زندگی میکنم، بودن در زندان و نبودن در زندان، بودن در بیماری و در سلامت یکی هستش، چون که خداوند اینطور مقرر کرده. او کاملا خودشو در اراده خدا میبینه و به اونها میگه که نگران نباشید. معمولا ما به کسی که تو زندانه، شاید نرمال اینطور باشه، طبیعی اونطور باشه که برگردیم بگیم نگران نباش، خدا بزرگه. ولی پولس رسول به کلیسا میگه نگران نباشید. و بعد همینطور او نه تنها ناامید و مایوس نیستش، بلکه کاملا در شادی و آرامش خدا به سر بره. من وقتی این آیات رو میخونم و راجع به پولس رسول که در زندان روم فکر میکنم، میبینم مردی که در اراده خدا زندگی میکنه، مردی که حداقل تا اینجا 30 سال با خداوند قدم زده، مسیر رو موعظه کرده، در مورد به خاطر مسیح شکنجه شده، میبینم که چطور کسی که در اراده خدا زندگی میکنه در هر شرایطی میتونه آرامش داشته باشه. امروز بسیاری از مردم هستن که از نظر دنیوی و جسمانی خیلی امکانات خیلی قوی تر دارن و بیشتر دارن، ولی چون در اراده خدا زندگی نمی کنن، آرامششون ازشون رفته. گاهی وقتا ما ایماندارا اینطور میشیم. ما ایماندارا در زندگی خودم نگاه میکنیم، میبینیم که ما مسیحی شدیم، داریم خدا رو خدمت میکنیم، خدا رو دوست داریم، ولی شاید احساس بکنیم در بعضی مواقع که چرا من آرامش ندارم، چرا شادی از من فرار کرده. اگرچه ما انسان هستیم، روی این کره خاکی زندگی میکنیم و ما هم مثل خیلی از مردم دیگه تحت شرایط مختلف زندگی قرار میگیریم، ولی یک فرقی که ایماندار داره، یک چیزی که باعث برکت یک ایماندار میتونه باشه، اینه که او در اراده خدا زندگی بکنه. امروز از خودمون سوال بکنیم، آیا من در اراده خدا زندگی میکنم؟ آیا من با خداوند هر روز قدم میزنم؟ پولس رسول با خدا قدم میزد، برای همین برای او مهم نبود که در کجا هستش، آیا در زندان هست یا بیرون از زندان. ما امروز با هم نگاه خواهیم کرد که چگونه بودن در زندان، زندانی بودن پولس رسول، باعث پیشرفت انجیل بود. او فهمیده بود که خدا برای او چی میخواد. وقتی شخص با خدا قدم میزنه، وقتی اراده خدا رو تو زندگیش میدونه، شخص سرگردان و بیپناه و ناامید نخواهد بود، چرا که میدونه که خواست خدا، خواست پدر برای او چی هستش، اراده خدا رو میدونه. ما از این میدونیم که پولس رسول در اراده خدا بود، چون که در طی این چند وقتی که در زندان بود، نه فقط بیفایده نبود، بلکه خیلی فواید زیادی رسوند به ملکوت خدا. اقلا در همین زندان میبینیم که پولس رسول کتاب افسوسیان، فیلیپیان و کولسیان رو مینویسه. سه تا از کتابایی که ما خیلی بهشون کد میکنیم، نگاه میکنیم و خیلی تعالیم مسیحی و خیلی چیزهایی رو که باعث شادی و امید یک ایماندار میتونه باشه رو در اون میتونیم ببینیم.
او نه فقط در زندان عمرش به هدر نرفت، بلکه به خدا به بهترین نحوی از عطایای این مرد خدا استفاده کرد، عطایایی که در او قرار داده بود. برای همین که پولس میتونه اینجوری میتونه بگه که در ترجمه قدیم میگه آنچه بر من گذشت در عمل به پیشرفت انجیل انجامید. چه قشنگه. آنچه که در زندگی من داره اتفاق میفته باعث میشه انجیل پیشرفت کنه. خدا کلیسای خودشو خوانده، مسیح ما را دعوت کرده تا اینکه در کار پخش انجیل، در رساندن پیام انجیل به دنیا نقشی داشته باشیم. خدا میخواد که ما برای پیشبرد ملکوت او انجیل او را به دنیای اطراف خودمون برسانیم. برای همینه که پولس رسول میگه مهم نیست من تو زندارم یا نیستم، بلکه میگه اون چیزی که اهمیت داره که انجیل باید جلو بره. انجیل باید جلو بره، چه من بیرون باشم چه داخل زندان باشم. چرا پولس رسول برای تو مهمه که انجیل باید جلو بره؟ اولین چیزی که میشه از نوشته‌های پولس رسول فهمید و تعالیم او اینه که چون که او خودش رو غلام مسیح میدونست، او خود را غلام بی‌منفعت مسیح میدونست. غلام کسی که برای خودش زندگی نمی‌کنه، کنیز کسی که برای خودش زندگی نمی‌کنه، بلکه تمام فکر اون شخص یا اشخاص اینه که ارباب از اونها چی میخواد انجام بدن. پولس فهمیده بود که من یه عمری برای خودم زندگی کردم، یه عمری خواستم به فکر خودم شریعت رو انجام بدم، ولی امروز مسیح منو عوض کرده، زندگی من جدید شده و من دیگه نمیخوام از این بعد برای خودم زندگی کنم. آیاتو جلوتر میگه، بلکه میخوام تمام عمر خودم رو برای پیشبرد ملکوت خدا به کار ببرم. او غلام خود رو غلامی میدونست که باید برای ارباب خودش زندگی کنه. اما بیا چند لحظه با هم فکر کنیم که چرا باید انجیل جلو بره. شاید این کمک بکنه، تشویقمون بکنه که ما در رسوندن انجیل به دنیای گم شده، به مردم اطراف خودمون کوشاتر بشیم، دل قوی تر بداریم. همونطور که جمعه با هم صحبت کردیم که از نیکوکاری کردن خسته خاطر نشیم، و امروز میخوایم با هم نگاه بکنیم که کلیسا چه نقش مهمی باید داشته باشه. انجیل باید جلو بره. چرا؟ چون نیاز بشریت انجیله. با هم بگیم نیاز بشریت انجیله. ما هفته ها پشت سر این صحبت کردیم راجع به این قضیه. دنیای ما تنها سلوشنش، تنها راه نجاتش، تنها چیزی که میتونه اون رو عوض بکنه فقط انجیل عیسی مسیحه. ما میدونیم که انجیل یعنی خبر خوش. شما چند نفر پیامبر، فیلسوف، کاتب، دانشمند میشناسید که خبر خوش رو به دنیا آورده باشن؟ حتی خیلی دانشمندان، فیلسوفان که در طول تاریخ بشریت خیلی اکتشافات و کارهای بزرگ کردن که ما در اطراف خودمون میبینیم، اما خیلی از اونها به جای رسیدن که خودشون دنبال یک خبر خوش بودن. تنها خبر خوش در مسیح پیدا میشه. چرا که فقط مسیح بود که برای گناهان بشر مرد. چرا که مسیح هستش که فقط امروز در دست راست خدای پدر داره شفاعت میکنه برای دنیا. کلیسا این رو میدونه. دوم، چون خدا میخواد که همه انجیل رو بشنون. این اراده خداست که همه انجیل رو بشنون. از هر قبیله و نژاد، از هر رنگ و پوستی، از هر مقام و منصبی، خدا میخواد که مردم انجیل رو بشنون. اگرچه خدا به انسان این حق داده که خودش تصمیم بگیره که آیا این انجیل رو قبول بکنه یا رد بکنه، اما خدا میخواد همه بشنون. و ما در عصر زندگی میکنیم، در زمانی زندگی میکنیم که بیشترین امکانات وجود داره برای رسوندن انجیل. همین پولس رسول مرد خدا کیلومترها، مایلها، مسافتهای خیلی طولانی رو طی کرد، با کشتی، پیاده، با اسب، با چیزهای مختلف تا انجیل رو برسونه. امروز اون چیزی که در قرن 21 کلیسای مسیح باهاش روبرو هست برای رساندن انجیل چندین مراتب بالاتر و بیشتر از اونی هستش که افرادی مثل پولس اون رو خدمت میکردن. پس انتظار خدا از کلیسای او بیشتره. وقتی خدا به کلیسا نگاه میکنه از ما بیشتر میخواد تا اینکه در کار انجیل با همدیگه سهیم باشیم. برای پولس فرق نمیکنه که نگهبان باید بالا سر او باشه، رومی باید باشه، یهودی باید باشه، همه و همه به انجیل عیسی مسیح احتیاج دارن و خدا ما رو برای اون دعوت کرده. ما با هم جمع میشیم، سرود میخوانیم، با هم جمع میشیم، مشارکت داریم، پاتلاک داریم، گرد همایی داریم، دوستی میکنیم، همه عالیه. اما هدف اصلی کلیسا اینه که انجیل رو به دنیای اطراف برسونه. همه اینها تموم میشه الا یک قضیه، که روزی که در حضور ارباب خودمون، خداوند خودمون عیسی مسیح بیستیم، از ما خواهد خواست که پرسید که چگونه انجیل ما رو به دیگران معرفی کردیم. پولس اینو میدونست. پولس رسول میگه انجیل رو باید با
شهامت و بی واهمه به دیگران اعلام بکنیم. جالبه نه؟ پولس در زندان به کلیسای بیرون از زندان که شاید امکانات بهتری داره، داره میگه که شما باید بی واهمه انجیل رو موعظه کنه. خود او این کارو کرده بود، خود او بهترین مدل بود. از زنجیرهایی که به پاش وصل بود مشخص بود که اون نمونه ایست از این که باید انجیل رو بی واهمه به دیگران اعلام بکنه. امروزه در دنیای اطراف ما هزاران نفر، میلیون ها نفر به خاطر انجیل شکنجه میشن. ما چند تاشون رو میشنویم. اما هزاران نفر در قرن 21 به خاطر انجیل عیسی مسیح مصلوب میشن، صلیبشون میکنن در کشورهای مثل سومالی. ولی برادرها و خواهرای ما ایستادن و بی واهمه انجیل رو موعظه میکنن. گاهی وقتا فکر میکنم ما چه مونه که نباید انجیل رو به دیگران موعظه کنیم. چقدر میشتم از داخل کشور که چگونه دوستان ما با شهامت میرن تو خیابونا و انجیل رو موعظه میکنن. به خودم میگم چقدر بیشتر اونها به ما نگاه میکنن اگر اونها در زندان باشن، از یک جهت به ما نگاه میکنن که ما در آزادی داریم چی کار میکنیم. پولس ها در زندان ها هستن، به بیرون نگاه میکنن کلیسای فیلیپی داره چگونه انجیل رو به دیگران معرفی میکنه. پولس میگه نترسید، چون مسیحی که ما رو میفرسته برای انجیل، خود او با ما خواهد بود. این نکته ای که ما باید باعث شادیمون بشه، باعث قوتمون بشه، او با ماست. او میگه برو انجیل موعظه کن، ولی ما رو تنها نمیگذاره. عطایا رو به ما میده، به ما اجازه میده که دست بگذاریم مریضان شفا پیدا بکنن، به ما قدرت میده، شهامت میده که انجیل رو بتونیم به دیگران موعظه کنیم. او هرگز ما رو ترک نمیکنه. پولس رسول خودش رو یک زندانی معمولی نمیدونه. شاید در اون زندانی که پولس بود دزدا بودن، قاچاقچیا بودن، اگه اون موقع قاچاق مواد مخدر بود، افراد مختلف بودن. او هم به نوعی زندانی بود، ولی پولس رسول خود رو یک زندانی معمولی نمیدونست. او میگه من با دیگران فرق میکنم، من سفیر مسیح هستم. خدا خواسته که من امروز در این بره از زمان در زندان باشم، چون که یکی باید بره تو زندان و به این گارد، به این سرباز، به این افسر انجیل رو موعظه کنه. من این قسمتی که میخوندم یاد زندیات کشیش دیباج افتادم که چگونه در زندان سالها خدا اجازه داد که او باشه. شاید روزه اول برادر ما میگفت که خداوند آخه بریم بیرون بیشتر میتونیم انجیل رو موعظه کنیم، بذار ما بریم تو رو خدمت کنیم. ولی بعد او به زندان میرفت تا افسرها، نگهبانها، افراد دیگه انجیل رو بشنون. این مرد خدا در مدتی که اونجا بود انقدر پر از محبت انجیل خدا رو به دیگران موعظه کرد و توسط زندگی روحانی خودش که دیگران میگفتن بیا با ما انگلیسی یاد بده، بیا برای ما دعا بکن. مردان خدا میدونن که در کجا و برای چی خوانده شدن. پولس اینو میدونست. او سفیر مسیح بود. او کار دیگه نداشت که انجام بده تو زندگیش. اگر پولس میگفت که تو باید تحصیلات کنی، میگفت تحصیلات من برای عیسی مسیح. من میخوام تحصیلاتم تموم کنم تا اینکه بتونم انجیل به دیگران برسونم. اگر پولس میگفت تو یک بیزنسمن هستی، تو تجارت میکنی، پولس میگفت بله، من تاجری هستم که بعد انجیل به گوش دیگران برسونه. اگر پولس میگفتن تو خادم هستی، میگفت بله، من خادم مسیح هستم، فقط یک هدف دارم که توسط خدمت من انجیل به دیگران برسه. او یاد گرفته بود که خدا او را خوانده که در هر جایی که هست انجیل رو به دیگران موعظه بکنه. امروز خدا از ما این رو میخواد. اگرچه همه ما واعظ نیستیم، اگرچه همه ما تمام وقت در کار خدا نیستیم، ولی خدا ما رو در جاهای قرار داده. بعضی از ما فقط در منزل هستیم، میگیم خب من که جایی ندارم برم انجیل رو موعظه کنم، ولی خدا میگه اونجا که هستی من تو رو خوندم برای فامیل خودت، برای فرزندان خودت، برای شوهر خودت، برای همسر خودت انجیل رو موعظه کن. بعضی از ما در مدرسه هستیم، خدا میگه انجیل رو موعظه کن. چقدر عالی میشه که کلیسا فقط این فکر رو داشته باشه که خدمت من، هدف من، اون چیزی که خدا به من سپرده اینه که فقط انجیل رو به دیگران موعظه کنم. برای همینه که پولس میتونست توی زندان آرامش داشته باشه، چون میدونست برای چی خوانده شده، چون میدونست اگه بیرونم بود از زندان همین کارو میکرد که تو زندان انجام میده. همین هم باعث شده که کلیسای فیلیپی هم جرأت پیدا بکنه و انجیل رو موعظه کنه. و پولس میگه شما مثل که دلگرم شدید، دارید این کارو میکنید، خدا رو شکر. آنها میدونن که پولس چگونه در زندان شاده. نه فقط زندان او را غمگین نکرده، بلکه شادتر کرده. و با اون باز برمیگردن به این موضوع که اگر ما در اراده خدا زندگی کنیم، چگونه خدا به ما شادی میده. بذارید قبل از که جلوتر بریم به چند تا آیه نگاه بکنیم در این رابطه.
اگر چه راجب انجیل صحبت میکنیم نمیخوام گم بکنید. به این نگاه بکنیم که اگر شخصی در اراده خدا زندگی بکنه چه اتفاقی براش میفته. چون اگر این موضوع رو درک کنیم اون موقع ما 100% زندگی خودمون رو وقف رساندن انجیل خواهیم کرد. کتاب رومیان فصل 8 آیه 28 میفرماید، آیه معروفی که خیلی از شما بلد هستید، رومیان 8:28، زیرا میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارن و بر طبق اراده او خوانده شدن، همه چیزها، همه با هم بگیم همه چیزها، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. وقتی ایمانداری با خدا قدم میزنه، طبق اراده خدا داره زندگی میکنه، همه چیز برای خیریت اوست. زندان برای او خیریته، بیمارستان برای او خیریته، مدرسه برای او خیریته، مجرد بودن برای او خیریته، ازدواج کردن برای او خیریته، در ایران بودن براش خیریته، در آمریکا بودن براش خیریته، در کشور هندوستان 2 سال بودن براش خیریته، همه چیز برای او برای خیریته. چرا ما گاهی وقتا آرامش نداریم؟ چرا شادی خداوند رو نداریم؟ ایماندار هستیم، روح خدا رو داریم، ولی شاید در اراده او قدم نمیزنیم. چرا که کسی که در اراده خدا قدم میزنه شاد و شاد و شاده. اجازه بدید من برگردم به قرون خیلی گذشته، بریم به یکی از قسمت‌های معروف کتاب مقدس به نام کتاب تثنیه. پنجمین کتاب حضرت موسی هستش. فصل 28. یکی از فیوراتای من هستش. یکی از جایی که خیلی دوست دارم. و ببینیم که اگر ما در طبق اراده خدا قدم بزنیم چه اتفاقی میفته. تثنیه باب 28 آیه 1 تا 14. من خواهش میکنم به اگرهای این قسمت گوش کنید. خوب توجه کنید. تثنیه باب 28 آیه 1 تا 14. اگر از خداوند خدایتان پیروی کنید و با دقت فرمانهای او را که امروز به شما میدهم انجام دادید، خداوند خدایتان شما را بالاتر از تمام ملتهای جهان خواهد نشاند. چیز بدی نیست نه؟ بالاتر از ملتهای دیگه باشه. اگر خداوند خدایتان را پیروی کنید. اگر آیه 2، از خداوند خدایتان اطاعت کنید تمام این برکات، گفت بعضی از این برکات نه؟ چی گفت؟ تمام این برکات به شما خواهد رسید و شما را فرا خواهد گرفت. اگر از خدا اطاعت کنید تمام این برکات. آیا کلام خدا دروغ میگه؟ دروغ میگه؟ بچه رو یواش میگه. دروغ میگه؟ آیا کلام خدا عوض میشه؟ خدا عوض میشه؟ پس خدایی که در تثنیه باب 28 این حرف زده امروز هم میتونه عمل کنه دیگه، درسته؟ حرفی نیست دیگه. ادامه بدیم پس. آیه 3، خداوند شهرها و کشتارهایتان را برکت خواهد داد. خداوند با فرزندان زیاد، به به به، و با محصولات فراوان و گاو و گوسفند زیاد شما را برکت خواهد داد. آیه 4، آیه 5، سفره و ظرف خمیر شما را برکت خواهد داد. هنگامی که وارد میشوید برکت خواهید گرفت و هنگامی که خارج میشوید برکت خواهید گرفت. میای برکت میگیری، برمیگردی برکت میگیری. چه خوبه نه؟ صبح کلید ماشین رو که میزنی سوار میشی، برکت منتظرت باشه، سر کار میری برکت باشه، وقتی برمیگردی خونه خانم هم میگه سلام خوش آمدید، آخر شب برکت باشه نه؟ آیه 7، خداوند دشمنان رو که علیه شما برخواستن شکست خواهد داد. آنها از یک جهت به شما حمله میکنن و از 7 جهت خواهند گریخت. خداوند خدایتان تمام کارهای دستتان را برکت میدهد. من از این خیلی خوشم میاد. یعنی هر چی دست میزنی برکت میده. مثلا خانم اگه میخواد غذا بپزه نمیسوزه زیرش تدیگ بگیره، تدیگ سیاه بشه. اگه میره سر کار 4 تا کلاینت داره، آقا میخواد تلفن جواب بده، با بنبست روبرو نمیشه. هر چی دست بزنی برکت خواهی گرفت. اینا خیلی قشنگه. دنیا دنبال این میگرده دیگه. ما تو کلام خدا داریم. خداوند گفته. این یکی خیلی قشنگ‌تره. انبارهایتان را پر از غله میکند. در سرزمینی که به شما بخشد به شما برکت خواهد داد. انبارتون پر از برکت میشه. میده. چند نفر انبار دارن خونه‌شون؟ داشتیم تمام شد. خداوند برکت حساب بانکیتون رو پر میکنه. نمیدونم، شاید اگه انبار امروز حساب بانکی باشه. اگر شما از احکام خداوندتان اطاعت کنید و در راه او قدم بردارید. ببین اگرها خیلی مهمه. نگی پس چرا خدا این کار نمیکنه. ارمنی میگن پیسینز. پس من چی؟ نگید پس من چی؟ اگر شما از احکام خداوند خدایتان اطاعت کنید. به عبارتی رومیان 8:28.
اگر با او راه برید، با او قدم بزنید، داره میگیره و در راه او قدم بردارید، او نیز شما را طبق وعده‌ای که داده است قوم خاص خود می‌سازد. شما من بگید خدمت کردن خدا در راه او قدم زدن هست یا نیست؟ شک دارید؟ بعد بگید بله دیگه، پس جوابش اینه. بشارت دادن طبق اراده خدا هست یا نیست؟ 10 دقیقه است دارم حرف میزنم دیگه. 10-1 دادن طبق اراده خدا هست یا نیست؟ رازگاهان که داشتن طبق اراده خدا هست یا نیست؟ اینه در راه خدا قدم زدنه دیگه. خب اگه نمی کنیم این کارهایی که گفتم، حالا چند تاشو گفتم اگه بقیه رو بگم آتیش میگیره کلیسا، اگه ما نمی کنیم پس در راه خدا قدم نمی زنیم. خیلی راحته، خیلی ساده است. من به بعضی از اینا به خودم نمره خوب میدم و بعضی از اینا نمره خوب نمیدم. به زندگی خودم نگاه بکنیم، آیا طبق اراده خدا داریم زندگی میکنیم؟ خدا میخواد ما طبق اراده او، اون موقع قوم خاص او خواهیم شد. اون موقع است که هر یک شنبه 100 نفر ایمان میارن، 10 نفر ایمان میارن، 20 نفر شفا میگیرن. اون موقع است که جواب دعای ما اینجوری میاد. من بعضی از این کلیساها رو دیدم. اون موقع است که خداوند خادمین به کلیسا میده. اون موقع است که خدا به ما ساختمون خودمون میده. اگر طبق اراده او قدم بزنیم. پولس طبق اراده خدا قدم میزد. تو زندان بود ولی طبق اراده خدا قدم میزد. آیه 10، تمام اقوام روی زمین وقتی ببینن که شما قوم برگزیده خداوند هستید از شما میترسن. خداوند در سرزمینی که به اجدادتان وعده داده است شما را سعادتمند میسازد. فرزندان زیاد، رمه و گله بسیار و محصولات فراوان به شما میبخشد. خداوند دریچه های آسمان را باز میکند. یعنی آسمان برای ما ایماندارا بازه. اینجوری نیست که ما باید داد بزنیم، فریاد بزنیم، حالا زمین رو بشکافیم، عشق بریزیم، گریه بکنیم، بلکه آسمان باز بشه. وقتی طبق اراده خدا داری زندگی میکنی، قدم میزنی، آسمان برای تو باز هست، درها برای تو باز هست. هیچ دری برای خدا بسته نیست. برای کسی که با خدا قدم میزنه بسته نیست دیگه. سرودی داریم برادر ما خواندن که میگه دستم تو دست عیسی با هم میرفتیم. اگه من دستم تو دست عیسی است و هیچ دری پیش عیسی بسته نیست، پس منم باش برم، درها بازه دیگه. اگه طبق اراده خدا قدم میزنه، زندان زندان بود ولی برای پولس بسته نبود. برای اون افسر رومی که بیرون از زندان بودن درا بسته بود. برای دشمنان انجیل درا بسته بود. پولس میگه درها برای شما بازه. و بعد میگه باران را در موسمش برای شما میفرستد. مثل هوای لس آنجلس نیست که این بیچاره گیاها بریدن، بالاخره سبز شن یا نشن، میخوان سبز شن، یه دفعه سرد میشه خوش میشن. آسمان بازه، برکت میاد. در همه کارهایتان، به هم بگیم، در همه کارهایتان، بگید با هم نگید، در همه کارهایتان به شما برکت میدهد. شما به بسیاری از اقوام قرض میدهید. آی چقدر دوست دارم اینو. ما قرض میدیم اما وام نخواهیم گرفت. اونه که وام دارن میدونن ما چی میگیم. برداری هم که وام میدن میگن کاسبی ما رو خراب نکن. وام نخواهی گرفت. آقا شب میخوابی خیالت راحته. اگر با دقت تمام قوانینی که امروز به شما میدم پیروی کنید، خداوند خدایتان شما را رهبر ملت‌ها خواهد کرد و نه پیروان‌ها، و شما همیشه سعادتمند خواهید بود و هرگز نخواهید افتاد. میگه شما دم نخواهید بود، شما سر خواهید بود. ای دوست دارم ما اینو سر باشیم، نه در همه کارها، اون تتا نباشیم یه پس مونده با ما برسه. اما شما هرگز نباید به هیچ وجه از آنها سرپیچی کنید و یا خدایتان را دیگر خدایان دیگر را پرستش و خدمت کنید. اگر ما با او راه میریم و او را خدمت میکنیم، این برکت ها مال ماست. برید منزل دوباره بخونید، ببینید چطور خداوند میخواد ما رو برکت بده. پولس رسول با خدا قدم میزد، در زندان اراده خدا رو داشت انجام میداد، برکت خدا مال او بود. یک هدف داشت، هدف رساندن انجیل بود. و وقتی هدف رساندن انجیل هست، با خدا قدم میزنی، اراده خدا رو داری انجام میدی، خداوند هم تمام برکات رو به تو میده. شاید پولس رسول ماشین رو نمیدونم حساب بانکیش پر نبود، ولی وجود او پر از شادی خدا بود، پر از برکات آسمان بود. او بزرگترین بود، او دم نبود، او سر بود، و خدا این رو برای ما میخواد. بینندگان عزیز، چنانچه میخواهید بیشتر درباره مسیحیت بدانید، به وبسایت ما با آدرس www.simamasih.com مراجعه فرمایید.